السلام علیکم خدمت کارمندان هادی ولی از مجتهد عالم که باشد از غیر عالم تقلید جایز است یا نه به خاطر تقلید بودن به خاطر منطقه سمت قومیت اگر عالم نباشد از اون جایز است یا نه همونطور که شما در جریان و ما به کرات به دفعات بسیار متعددی خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم که تقلید کردن یعنی انسان گوش دادن به به حرف و نتیجه ای که یک متخصص بهش رسیده در اینجا متخصص در علوم دینیه متخصص در ای که احکام از قرآن و روایات به دست میاره پس در اصل تقلید است که انسان وقتی خودش تخصص نداره از یک متخصص حرف یک متخصص گوش میکنه بله. و ما با کرات مثال زدیم که اگر یک شخصی بیمار میشه چون خودش تخصص نداره پیش دکتر مراجعه میکنه و هرچی دکتر حاضر تر باشه <تصفح> و تخصصش بیشتر باشه انسان سعی میکنه به همو دکتر چی کنه؟ مراجعه مراجع کنه ولو این دکتر قوم ما نباشه ولو فامیل ما نباشه ولو از منطقه ما نباشه ولو اندو باشه ولو گبر باشه ولو غیر مسلمان باشه اما چون تخصص داره ما پیش دکتره که تخصصش کمه نمیرم پیش از میرم دقیقا این نظمی سخن ده است که انسان از مشتهد تقلید میکنه است چه نوع مشتهد تقلید کنه از مشتهد انسان باید تقلید کنه که اون مشتهد اعلم باشه اعلم به این معنا که در فهم قرآن و استنباط احکام از بقیه مشتهدین چی باشد؟ تواناتر و عالمتر باشه بنابراین امور رقم که ما به بهانه قومیت به بهانه منطقه پیش دکتر منطقی که متخصص نیست نمیریم دهی زمینم عقل نداریم که ما بگم خو خیلی رسی خو عالم نیست ساله چون از منطقه ماست ما از این چی کنیم؟ تقلید کنیم نه این مسائل در تقلید جایز نیست و ما یک متن از منهاج صالحین حضرت آیت الله العظما سیستانی خدمت بینندگان عزیز می خانم بسیار که قابل استفاده است و در منهاج فتاوای معظم الله هست منتها به زبان عربی هست بله. حضرت آیت الله العظما سیستانی در منهاج جلد یک مسئله ده این رقم می اذا قلد من ليس اهل لتف... للفتوا وجب العدول عنه میگه زمانی که تقلید کند از یک شخصی که او شخص اهل فتوا نیست. نیست یعنی مشتهد جامع شرایط نیست واجب است عدول کردن واجب از او عدول کنه انسان برگرده الا من هو اهل لها به سوی کسی که اهل چیه فتوا یعنی مشتهد جامع شرایطه این نکته ای که ما برای ما سوال هست اینجاست و کذا ازا قلد غیر الاعلم وجب العدول الى الاعلم و میگه همچنین است زمانی که انسان تقلید کند از غیر اعلم بله. خب نتیجه چی میگه؟ وجب العدول الى الاعلم واجب از مشتهد غیر اعلمی که تقلید کرده عدول کنه برگرده به سوی مشتهدی که چیست؟ ما اینسان ها برای کشت و زرع شرایطی نیاز داریم و لازم است مانند این که بذر باشد یا مثلا نهال باشد و یا هسته ای باشد برای کاشتن یک زمین حاصل خیز و بعد زمینی باشد آبی باشد نوری خورشیدی باشد و رسیدگی های از این قبیل و از جمله فصلی را مشخصا ما برای بله. هر کشتی و برای هر زرعی و برای هر نهالشانی در نظر می گیریم ممکن است همه شرایط فراهم باشد و چه بسا هم اتفاقا پاسخ بگوید یعنی یک بذری را شما در غیر موقع بکارید و اتفاقا به نتیجه هم برسد ولی معمول آن است بشر به تجربه دریافته است که برای هر کاری در زمینه ای کشت و زرع فصلی را مشخص کرده است که در اون فصل باید دست به کار شود بله این مطلب رو در مورد دعا خود دین و قرآن کریم و سنت اسلامی برای ما مشخص کرده است و گفته است که دعا و اعمال عبادی در زمانهای خاصی بیشتر مسمر سمر است و انتظار اجابت در آن بیشتر وجود دارد گرچه که دعا در هر زمان ممدوح است و هر زمانی می تواند مقرون به اجابت باشد ولی اگر این بسترهایی که تحت عنوان شرایط و آداب هست که از جمله اونهاست بحث زمان در نظر گرفته شود امید بیشتری به اجابت می رود و دعای انسان احتمالی بیشتر دارد که مقرون به اجابت قرار بگیرد درست ما این مطلب را جدای از نصوص قرآن کریم از روح کلی که در آداب و در زمان بندی واجبات و مستحبات در قرآن کریم مطرح شده است استمزاج می کنیم و به دست می آوریم که قرآن کریم بران است و دین بران است که زمانهای خاصی را برای عبادت و نیایش و از جمله برای دعا در نظر بگیریم دوستان و بینندگان عزیزی که با رجب و ادعیه رجبیه سر و کار دارن به خوبی میدانند که برای آنها فصل خاصی و زمان خاصی حتی جدای از این که ماه رجب به طور کلی مثلا فصل دعا تعیین شده است میگوید شما صبح این دعا رو بخوانید بله. عصر این دعا رو بخوانید بین نماز مغرب و عشا مثلا این نماز رو بخوانید و در هر شب باید این دعا رو بخوانید و این نماز رو انجام بدهید تمام اینها نشان میدهد که آداب دینی یک آداب زمان نظاممند است درست. یعنی گسیخته و فلی نیست و بسیار بسیار دقیق برای هر کاری زمانهایی در نظر گرفته شده است و این هم یکی از محسنات و جامع نگری دین و نشان آن است که دین اسلام یک دین است فرابشری بله. و برتر از اندیشه های محدود بشر